سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث ریداکس. ما تا الان دوستان کدمون رو نوشتیم، اما این کد ما هیچ در حقیقت چیز دیدنی نداره، یعنی UI نداره. خب ما صرفا یه کدی رو نوشتیم که توی در حقیقت قسمت کنسول مرورگرمون اجرا میکردیم. این جلسه میخوام بریم سراغ در حقیقت اون قسمت UI پروژمون، یه دونه UI بنویسیم، مثلا یه دکمه بذاریم، دکمه رو بزنیم، مثلا تو دو اضافه کنیم، یه دکمه بذارم گول اضافه کنم، میخوام از اینجور کارا بکنم. یادتون باشه ما جلسه اول راجع به صحبت کردیم، گفتم ریداکس صرفا مال ریاکت نیست، یعنی شما میتونید با HTML CSS هم استفاده کنید. میخوام اینجا همین کارو بکنم، میخوام یه دونه در حقیقت فایل HTML درست بکنم و این ریداکس رو ارتباطش بدم با HTML و ازش استفاده بکنم. خب بریم کار خودمون رو شروع بکنیم. میام تو همین دایرکتوریم یه دونه فایل index.html درست میکنم و یه دونه فایل style.css هم درست میکنم که دقیقا css صفحه باشه. خب برای این میذارم pista.academy.redux. بعد استایل هم بهش ربط میدم. خب و اون فایل جاوا اسکریپت هم اسکریپت تکست جاوا اسکریپت و یه سورس هم بهش میدم. چی میشه؟ میشه index.js. خب حالا بریم سراغ قسمت UI وبسایتمون. یه دونه دیو درست میکنم با کلاس کانتینر. کانتینر داخل این دیو یه دو تا دیو دیگه میذارم، یکی با کلاس تو دو و یه دونه دیو با کلاس گل. خب داخل این تو دو یه دونه اچ 1 میذارم، اسمشو میذارم تو دو لیست. یه دونه اینپوت میذارم با آیدی تو دو، تایپ تکست پلیس هولدر هم براش میذارم که بدونیم چی میخوایم اینجا بنویسیم. پلیس هولدر میذارم اد تو دو. خب یه دونه باتن هم پایینش درست میکنم با آیدی تو دو بی تی ان که اگر این دکمه رو بزنه اون چیزی که داخل اینپوت نوشته رو به لیست تو دو من اضافه میکنه. پس میشه اینجا میرسم اد تو دو و یه دونه یو ال هم پایینش درست میکنم که قرار بعدا جلوتر بریم لیست تو دو من اونجا نمایش بده، اسمش آیدی تو دوس. خب حالا این همین رو من برای گل هم می نویسم. فعلی میشه گل لیست بعد تایپ تکست آیدیش میشه گل، این هم میشه اد گل، این هم میشه گل بی تی ان اد گل و این هم گلز. خب تا اینجاشو بریم ببینیم. خب یه همچین چیزی شد. یه ذره زوم صفحم زیاده من. خب یه دستی به سر گوشش بکشیم، یه ذره قشنگ نیست اینجوری. خب اول کاری که میکنیم باکس سایزینگ رو میزنم border box، مارجین پیشفرز هم میکنم سیتینگ صفر و پدینگ هم صفر. برای بادیم یه بک‌گراند کالر در نظر میگیرم، رنگ مورد علاقم کجایی یه همچین چیزی. بعد یه دونه فونت خوشگلم بذارید بیارم. خب یه فونت ترتمیزم بریم بیاریم، همین روبرتو به نظر من خوبه، خیلی هم وقت نذاریم برای پیدا کردن فونت. رگولار 400 شو میخوام. import این بیاد اینجا
و این فونت فامیلیش، اینو به همه متنام اعمال میکنم. خب بعد دیسپلی میکنم فلکس سنتر، اینم سنتر باشه. بعد عرض صفحه 100 VW، ارتفاع 100 VH، اوورفلو هم هیدن. خب این اومد وسط، درست شد. خب حالا بریم سراغ این که یه دستی به سر گوش در حقیقت خود این قسمت بکشم. ما این کلاس کانتینر داشتیم، یه عرض بهش میدم به اندازه 80% پرنتش که میشه اون بادیم، و ارتفاع هم همون 80% باز پرنت. بعد دیگه دیسپلی میکنم فلکس، فقط جاستیفای کانتنت رو میکنم اسپیس بیتوین، که این تو دو و گل برن دو طرف بیفتن اینجوری. خب یه ذره به نظرم زیاد شد، اینو بکنم 60. خب اوکی. بعد دیگه یه دونه H1 داخلش دارم برای هر دوتاش، هم تو دو هم گل. دات تو دو H1 دات گل H1 هر دوتاش. یه مارجن باتن بهش میدم که پایین یه ذره فاصله بگیره، مثلا 15 پیکسل. تکست اعلانشو میکنم سنتر، کالرم وایت، مشکی خوب نیست، یه همچین چیزی میشه. خوبه، اوکیه. زیاد نمیخوام وقت بذارم، برای همین بریم سراغ اینپوت هامون. برای هر دوتا اینپوت یه شکل میرم جلو، یه پدینگ میدم یه ذره اینپوت هم بزرگ شه. پدینگ بالا پایین رو میدم 10 پیکسل، چپ و راست رو میدم 20 پیکسل. ببینم چه جوری میشه. خوبه، خوبه، بسیار عالی. بعد برای دکمه ها بوردر هم کنم ناون، بعد اینپوت دو نقطه اگر فوکوس شد روش اوتلاینش بشه ناون، این اگه کلیک شد روش چیزی نشونمون نده، کلیک شد بوردری دورش نیاد، یعنی کادری دورش نیاد. خب خیلی عمالی. بعد اینپوت هم رو میخوام یه حرکتی بزنم، بکگراندش رو بکنم ترانسپرنت، ببینم چجوری میشه. نه 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 نه، اون چیزی که میخواستم نشد، که همین کافیه. خب دیگه بریم سراغ باتنمون، دو تا دکمه ها. اینا بچه دقیقا مثل همین، مثل همین، فقط یه ذره رنگ بزنم بهش بدم ها، هم رنگ بدم هم فونت فامیلیش فکر کنم اعمال نشده. بچه ها چی شد؟ بک‌گراند کالر بنفش تور میخوام بهش بدم. خب و
کالرش هم وایت. ببینیم چطور میشه. خیلی شیک شد بچه، خیلی شیک شد. بعد دیگه پلیس هولدرش هم یه کوچولو دست به سرگوشش بکشم فکر کنم به این صورت. حالا من اشتباه نکنم یه فوند فامیلیار بهش میدم، با این دوتا رو بهش میدم. خب بزنم چجوری شد تا الان، بد نیست، خوبه. یه کوچولو فوند سایزش رو بکنم مثلا 16 پیکسل ببینم. خوبه بچه، فکر کنم کافی باشه برای اینجا. بعد اینکه دکممون الان چیز نداره، کرسر نداره، کرسر پوینته. بعد یه چیز دیگه، اگر دکممون هاور شد میخوام در اوپاسیتی بگیره به اندازه مثلا 7 دهم و یه ترانزیشن هم به این بدم آل نیم ثانیه اون ایست. اینجوری بشه یه ذره حالت معلوم بشه که داره این کار اتفاق میفته. خیلی خب، این از در حقیقت قسمت CSS پروژه‌مون. بریم بیایم جلسه بعدی، میخوایم بریم در حقیقت این دکمه ها رو ربطش بدیم به اون کد ریداکسی که نوشتیم. یعنی مثلا اگه اینجا یه چیزی وارد میکنم از تو درو میزنم به استیت هم اضافه بشه. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام راجع بهش صحبت کنیم. فعلا خداست.